دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن. درود به میهنان ارجمندم در ایران و در سایر کشورهای جهان. امیدوارم مثل همیشه در هر کجا که هستیم و هستید در کنار هم متحد و همگام و همرزم باشیم تا بتوانیم علیه بدترین، بیرحمترین، درنده ترین، بیگانه ترین دشمنان ایران و ایرانی، یعنی حکومت ملایان عمامه بر سر عاری از شرم و شرف برزمیم. و درود به یاران و همراهان برنامه های در شناخت هویت ملی و در شناخت تاریکی ها و روشنایی های آن. برنامه 136 رو دنبال می کنیم با هم و در ارتباط با مسائل و شرایطی که بر ایران ما حاکم است و نیز حوادثی که ما رو به اینجا کشوند، یعنی انداخت به چنگال ملایان خونریز و بیره و ایران نیرومند گذشته رو، من روی این تأکید میکنم زیرا تعارف نباید کرد، این نظر من است. ممکنه برخی از دوستان زاویه داشته باشن، حق اونهاست، ولی ایران محمد رضا شاه رو با روشنایی های بسیارش و تاریکی هایی که بسیار کمتر از روشنایی ها بود از دست دادیم و به دست یک مش آخوند پس فطرت انداختیم. به همین دلیل باید حوادث رو دید، چه حوادثی رخ داد که ما به اینجا رسیدیم. در دو سه برنامه گذشته من از جلال آل احمد، نویسنده نامدار، قدرتمند، پدرخوانده و پدر فکری و عقیدتی و خلاصه بزرگ کانون نویسندگان یاد کردم و اینکه این نویسنده چه کرد. نویسنده‌ای که با همه عظمتی که به اون نسبت میدند، دیدیم که از احزاب مختلف رفت به سراغ شیخ فضل الله نوری و سرانجام خمینی. بنابراین تعارف رو کنار بذاریم، اصلا نویسنده بزرگی نبود و کلی خرابی به بار آورد و نیز از همسرش بانوی بزرگ ادبیات، میگن بزرگه، به نظر من اساسا بزرگ نیست زیرا ما تا به نقد نکشیم نمیفهمیم چی بر سرمون اومده و کی بزرگه و کی کوچک. از او یاد کردیم و در این برنامه من میپردازم به یکی از حوادثی که یک اهرمی شد که این انقلاب سیاه رو، انقلاب ننگین رو، انقلاب ایران بر باده رو کمک بکنه و به نفع خمینی تموم بشه، یعنی ده شب شعر انستیتو گوته در مهر ماه 1956، یعنی بیش از یک سال قبل از برآمدن نکبت جمهوری خمینی. دوستانی که از من پرسیده بودند که در برنامه من اشاره بکنم درباره چی صحبت میکنیم تا بدانند که اگر مورد توجهشون هست به اون گوش بکنند. در این برنامه، یعنی برنامه 136، من به شبهای شعر انستیتو گوته و نقشش و محتوای اون میپردازم در رابطه با هویت ملی و اینکه ببینید تو این شبها نشانی از هویت ملی وجود نداشت و اندیشه اسلامیست ها و چپی که مد شده بود در ایران
حاکم بود بر این شبها و بنابراین نتوانستند ببینند که چه طوفان سیاه و چرکین و ننگینی در حال وزیدن است. به این خواهم پرداخت. و نیز قبل از اینکه بپردازم، درود همیشگیم رو خدمت یاران میهن تیوی تقدیم میکنم. موفق باشند و پیروز و پرتوان در راستای خاص بزرگ ملت ایران که آزادی است و جارو شدن این رژیم کثافت. دوستان عزیز، من گاهی در برنامه با شعری شروع میکنم. امروز با شعری از شاعر واقعا بزرگی که زود افتاد. من یاد حرف ده خدا میفتم در رابطه با فکر کنم سور اسرافیل گفت جوان افتاد. با شعری از کمال رفعت صفایی که تأکید میکنم با تجربه شعری بیش از 60 سال که خود من دارم، یکی از بزرگترین، تواناترین، دلسوخته‌ترین و شریفترین شاعرانی بود که من در زندگیم شناختم. و اگر مانده بود، کمال خیلی زود رفت. در سال 72 در سن 34-35 سالگی به بیماری سرطان، پس از یک گذران سخت، او عضو کانون نویسندگان بود، دانشجوی هنرهای زیبا بود، پیوست به سازمان مجاهدین، اومد به کردستان، اومد به اروپا، در فرانسه در نشریه مجاهد و رادیو کار میکرد، شیرازی بود، با همسرش اومد و از اینجا موقعی که همه تشکیلات روانه عراق شد به عراق رفت. ما همکار بودیم، در کنار هم بودیم، توی اتاق کار میکردیم تا سال 66-67 که کمال تصمیم گرفت جدا بشه از سازمان و اومد خارج، یعنی فرستادنش خارج، و در اینجا مشغول کار شد. زندگی سختی داشت، تو چاپخونه کار میکرد، کارهای مختلفی، و سرانجام وقتی که کتاب در ماه کسی نیست رو منتشر کرد، مورد خشم سازمان مربوطه قرار گرفت و علیهش نوشتند و من اینجا به دوستان اعتراف میکنم که خود من نیز از کسانی بودم که علیه کمال نوشتم و او رو آزردم. برای اینکه آدم وقتی که به قول ماوستونگ یک جزئی است از ماشین انقلاب، خودش نیست، تشکیلات و ایدئولوژی است که بو فرمان میده چی درسته چی غلط، و ما قبول داشتیم تا وقتی که من در درون این سازمان بودم. مقاله علیه کمال نوشتم که سال 72 که اومدم بیرون ازش عذرخواهی کردم و یادم نمیره که جلوی ایستگاه سن لازار پاریس بود که دیدمش، جلو رفتم و گفتم کمال با تمام وجود ازت عذر میخوام، و عذر من رو پذیرفت. این مرد بزرگ و شاعری که در درون کسانی که من میشناختم به راستی بزرگترین بود، این رو من بارها گفتم. درباره کمال من بعدها صحبت خواهم کرد، یعنی تصمیم دارم شعرهاشو بخوانم و یادش رو زنده بداریم. واقعا شاعر بود به معنی واقعی شاعر بودن، یعنی شاعرانگی او بی نظیر بود. کمتر کسی به افقی که کمال رسیده بود و کلمات رو حس می کرد و عمق مطلب رو رسیده. من تکیه از یکی از شعرهاشو میخونم در آغاز برنامه، برای اینکه برنامه ما درباره هویت، باید یکی از شاعرانی که کوشش کرد هویت خود رو باز یابد بشناسیم. نه هزار بار اگر این خانه ویران شود، من چاه نشین و بیابانگرد نخواهم شد.
همیشه می شود باز شاخ آورد و برگ آورد و آب آورد و عشق آورد و آشیانه درست کرد. همیشه می شود گفت جنگلی دیگر. پس من آنقدر خود را دوست دارم که می خواهم برای شما بمیرم. که می خواهم برگ درخت شما باشم. که می خواهم در روز بزرگ داشت زیبایی یک لبخند میدان رقص شما باشم. آیا همیشه باد می وزد؟ آیا همیشه باد و برادی سرب؟ آیا همیشه در روز بزرگ داشت باغهای گم شده پاییز می رسد؟ نمی دانم. می دانم اما اگر مرده باشم حتی از زیر پشته خاک نفرتم را به سوی اقتدار سود و کلاه خود پرتاب می کنم. زیرا تا شاعری شاعر شود خون هزار کشت و کار در چوب و سنگ و پولاد تاراج می شود. تا شاعری شاعر شود هزار پرنده می میرد. پس من هزار بار از یک تعهد غمناک بیشترم. من که برای رودها شاعرم دست بر قطره‌های باران می‌گذارم و سوگند می‌خورم که بی سود شاعر این جهان مثل دقایق بعد از زمین لرزه تاریک است. در برنامه‌های بعد من باز هم براتون خواهم خوند. شاید این کتابی رو که مجموعه کارهای کمال هست در یک کتاب 10 بار من خوندمش برای اینکه بیاموزم. من از خیلی ها آموختم. تا سال 66 توانایی‌های شعری من به اوج رسید در شعر کهن، ولی با شناخت اکتاویو پاز، نرودا، لورکا، نزار قبانی و نیز رمان نویسان بود که من فهمیدم هنر چیست. و نیز با کمال فهمیدم که هنر چیست. برحال لازم دونستم که در مقدمه این بحث 10 شب شاعران ایران، 10 شب شعر شاعران ایران، چند خطی از کمال بخوانم تا بدانیم شاعر کیست و شعر چیست و آیا آن 60 شاعر نامدار و نویسنده واقعا این چنین بودند یا نه. دوستان گرامی، همیهنان ارجمند، توجهتون رو به این نکته جلب می کنم و تأکید می کنم. روی مقوله هویت ملی و اینی که در سال 56 موقع این شبای شعر شروع شد، این سوال رو برای خودتون مطرح بکنید. این شاعران گرانقدر تا چه اندازه افق رو می دیدن؟ میشد شورید علیه محمد رضا شاه، ولی از چه موضعی؟ های افق تاریخ مملکتشون رو در گذشته میدیدن، افقهای سپری شده رو، که ایران چه ایرانی بوده و چقدر وفادار بودن به این افقها. من سخنان نویسنده ارجمند دکتر غلام حسین ساعدی رو وقتی درباره جشن 2500 ساله بارها گوش کردن، فیلمش هست، میتونید تو یوتیوب پیدا بکنید، با توهین و تحقیر میگه چیکار کردن جشن 2500 ساله؟ اومدن این ملت رو قرنها به لجن کشیدن. دارم از محتوا صحبت میکنم، عین جملاتش هم یادم نیست، همین امروزم گوش میکردم. با یک حالت توهین و تحقیر یکی از بزرگترین نویسندگانی که من هم خیلی دوستش داشتم و الان هم عاطفی دوستش دارم ولی به نقدش می نشینم، کسی است که وقتی آدم حرفش گوش میکنه
اصلا تاریخ مملکتش رو قبول نداره، یعنی نمیشناسه. ببینید دوستان گرامی، من از سیمین دانشور و جلال صحبت کردم، ولی ساعدی اهل درد بود، ولی نمیشناخت. چون اگر میشناخت نمیگفت که آقا اومدن جشن رو 2500 سالی چی کار کردن، ملت بیچاره کردن، فلان کردن. یعنی نه 200 سال نبرد ایرانیان رو علیه خلافت اموی عباسی میشناخت، نه یعقوب رو میشناخت تایید میکرد، نه بابک رو میشناخت، نه استازیس رو، یا اگرم میشناخت چون نگاه چپ داشت، نگاه چپ، چپ ایرانی که هویت ایرانی نداره، پاش رو هویت صفر نیست، با گذشتش قهر. و بنابراین دو تا پرچم اینجا علم شده، یکی ضد ایرانیت و یکی ضد امپریالیسم به قول خودشون. و این وسط شاه کسی است که دو تا خلاصه فره اهریمنی از نظر اینها روی سرش، یکی شاه یعنی ادامه گذشته است که اینا قبول ندارند، و دوم نوکر امپریالیسم که نبود، یعنی بی سوادی جامعه روشنفکری ماست اینطوری، وگرنه قضاوت رو باید طور دیگه ای انجام میداد. در هر حال من میرم سر اصل مطلب، که این اهرمی که در حقیقت خیلی ها میگن جرقه انقلاب رو در مهر ماه سال 56 این 10 شب شعر هنستیتو گوته زد. پاییز 56، مهر 56، 10 شب شعر در باغ سفارت آلمان برگزار شد که به شبهای شعر گوته معروف هم. 60 شاعر و نویسنده اومدن در این جلسات شعرخونی کردند، در فضایی که میگن وقتی که اطلاعیه ها رو بعد از 30-40 سال میخونیم، فضای اختناق، فضای سانسور، شعر خواندند و سخنانی کردند. جمعیت عظیمی، اینا فکر میکردن 2000 نفر 3000 نفر میان، ولی بیش از این اومدن، 10 تا 15 هزار نفر در 3 شب اول. شبهای بعد میگن چون بارونی بود تعداد کمتر شد، و از 18 تا 27 مهر ماه سال 56 اونطوری که نوشتن علیه سانسور و در مدح و ثنای آزادی این شبها رو برگزار کردند، و این 10 شب رو میگن که در حقیقت جاری شد از انستیتو گوته، و شبهای شعر مثل یه سیلابی به درون مردم و خلاصه با اسیانگری ها، تظاهرات ها دامن زد. خب درباره ابعاد مختلفش میشه صحبت کرد، اهمیت این شبها، تأثیرش روی جامعه، مقایسش با برنامه‌های شبیه اون، و اینکه خلاصه چگونه این شبها برگزار شد. من فقط خیلی دلم میخواد، چون تمام این 10 شب رو گفتن آقا مخالفت با استبداد پهلوی، مخالفت با نمیدونم سانسور، مخالفت با سرکوب، در حقیقت روح جلال آل احمد که سال 48 به رحمت ایزدی پیوسته بود، بعد از 9 سال 8 سال سر کلش پیدا شد. یعنی همون حرفایی که میزد اینجا دیگه نه یک نفر، بلکه از دهان ده ها نفر تنین افکن شد در سراسر ایران. توجه بکنید که به هر حال برای مردم ایران اینها نویسنده بودن، شاعر بودن، مترجم بودن، همشون رجال به قول معروف قدیمی ها، ریش و سبیلدار و گردن کلفت، و مرید بودیم ما. مثلا خود بنده اون موقع 23-24 سالم بود، زندان دیده اومده بیرون، ولی به هر حال احمد شاملو بود، دکتر غلام حسین ساعدی بود، منوچهر هزارخانی بود، نمیدونم آقای موسوی گرمادی بود، نعمت میرزازاده آذرم بود، اسماعیل خویی بود،
کسی نبود که نام و نشانی داشته باشه و حداقل 20 سال کتاب چاپ نکرده باشه و در این شعرها حضور نداشته باشه. یعنی همونطوری که من از زاویه خودم میگم، ما شاهد تقلید مذهبی مردم هستیم از علمای اسلام. یه نوع تقلید ادبی نیز وجود داشت، تقلید و مقلد بودن نویسندگان بزرگ، شاعران بزرگ، مقلد شاملو، مقلد اخوان، مقلد استاد خوی گرامی و خیلی ها. بنابراین سیلاب را میفته از شبهای شعر گوته تو جامعه‌ای که مقلدینی مثل بنده و هزاران نفر مثل بنده زندان رفته، چپ، راست، متوسط، مصدقی، کمونیست، فدایی، مجاهد، و دامن میزنه به طوفانی که منجر شد به انقلاب 22 بهمن. باید این رو بررسی کرد. من خیلی دلم میخواد یک لیستی 60 نفره از تمام بزرگانی که در این شبها سخنرانی کردند تهیه بشه تا ببینیم که اینها چگونه استبداد رو لمس کرده بودند، چقدر به زندان رفته بودند. گفتم قصدم این نیست که اشتباهات و اشکالات حکومت پهلوی رو در مورد سانسور، در مورد نمیدونم جلوگیری، تو هر حکومتی هست اینها جلوگیری میکنن. همین الان شما در مثلا یوتیوب اگر چند تصویر بذارید که با قوانین یوتیوب نخونه، یا توی قوانین وبلاگتون یا سایتتون نخونه، اخطار میدن و میبندنش. حال در غرب یه جور، در شرق یه جور، من اینو منکر نمیشم. ولی باید دید این حضرات که این طوفان رو راه انداختند، خودشون در طول برخیشون 50 سال داشتن، 60 سال داشتن، مثل خانم سیمین دانشور، اینها چقدر سانسور و اختناق رو تجربه کرده بودند. آیا تأکید میکنم مثل مد لباسی که زمان دانشجویی ما مد شده بود پاچه گشاد بپوشیم، معذرت میخوام یه جوری حرف میزنم، یه مقدار باز رخ صحبت کرد، یا خط ریشی که میومد تا بغل دهان آدم مد بود، ما هم که در دوره دبیرستان سرمونو کوتاه میکردیم، بعضی وقتا ماشین میکردیم برای اینکه تیپ ورزشکاری داشته باشیم، دانشگاه که اومدیم شلوار میشد پاچه گشاد، سال اول دوم قبل از اینکه سیاسی بشیم، و خط ریش شما تا نزدیک دهان. باید دید این چپ بودن، این انقلابی بودن از درون یک بینش عمیق بلند میشد در میان همه. من نمیگم که برخی همه اینجوری بودن، یا نه نمیشناختند. و وقتی زندگی رو بررسی میکنه میبینیم که چندان صابون سانسور و اختناق و سرکوب به هزارات نخورده بود. همشون 10 تا 15 تا 20 تا 30 تا 40 تا کتاب چاپ کرده بودن، زندان های کوتاه مدت داشتن، نکشته بودنشون. یعنی بیش از این که از درون یک واقعا درد جدی بلند بشه که برای که خودشون تجربه کرده باشند، فضا بود که اینا رو کشوند. و باید رفت دید. حالا من در حد امکانات این برنامه نکاتی رو ارائه میکنم. ببینید این شبهای شعر که در مهر سال 56 شروع شد، خب توسط انستو گوته قرار نبود اولش به قول معروف تند و تیز بشه، ولی از همون شب اول به خصوص پس از سخنرانی سعید سلطانپور رئیس انجمن گوته اعلام کرد که ما میخواستیم جنبه فرهنگی داشته باشیم و با توجه به احترامی که برای مردم ایران قائل هستیم اجازه نمیدیم در مسائل سیاسی این کشور داخلی دخالت بکنیم، و
کانون نویسندگان هم دبیرانش اطلاعی داد که در بعضی شبها برخی از سخنگویان و شاعران از حد مسئولیت خود پا فراتر گذاشتن و هیئت دبیران موقت کانون نویسندگان از این بابت متاسف است. ببینید ولی عملا عکس این عمل کردن. خب شب اول 10 شب بود دیگه. با سخنرانی جناب رحمت الله مراغی آغاز شد و بیانیه کانون نویسندگان خوانده شد و بعدش سیمین دانشور که دربارش اشاره کردیم که عاشق آقا بود و وقتی آقا اومد به اصطلاح میخواست عبای آقا رو ببوسه، دست آقا رو ببوسه. ایشون بزرگ زنی بود که در شب اول سخنرانی بسیار مفصلی کرد در باب مسائل هنر معاصر و تأکید کرد دفاع از آزادی مهمترین مسئله است که در هنر معاصر مطرح می شود و هنرمندان واقعی با وجود عوامل بازدارنده این رسالت مهم را از یاد نبردند و اینکه زشتی هنر معاصر به علت زشتی زمانه ماست. و در ادامه سخنرانیش در 3 جریان هنری رو توضیح داد: واقع‌گرایی، انتقادی، رئالیسم، سوسیالیسم و هنر مدرن. و بعد از اون مهدی اخوان‌ثالث اومد، چند شعر خوند و سیاوش مطهری، تقی هنر و شجاعی و ادامه پیدا کرد. ببینید این شب اول بود. میشه هر شب رو بررسی کرد؟ من در حد امکان تا جایی که احساس بکنم این فایده داره این کار رو خواهم کرد. و شب دومش دکتر منوچهر هزارخانی یک سخنرانی پرطعن و لعن ایراد کرد که هست و تحت عنوان قیم و رشد آزادی شدیداً خلاصه سانسور و سیاست فرهنگی پهلوی رو کوبید و در قسمتی از سخنرانی خود گفت ما گفته ایم که قلم و اندیشه باید آزاد باشد. گفته ایم که این آزادی را تنها در شکلی می شناسیم که قانون اساسی ایران و اعلامیه حقوق بشر به صراحت معلوم کردن. ما گفته ایم دستگاه تفتیش عقاید و سانسور اندیشه بر بهانه‌ای که برای توجیه آن متوسط شوند با حق آزادی اندیشه و بیان تضاد دارد. ما گفته ایم و می گوییم که یک ملت بالغ و رشید نیاز به قیم و مرشد ندارد و خود کاملا قادر است درست را از نادرست تمیز دهد. درود بر او. من دکتر منوچهر هزارخانی را نزدیک می شناسم و در سالهایی که در شورای ملی مقامات بودم در کمیسیون فرهنگ و هنر ایشون مسئول این کمیسیون بود و منم در این کمیسیون بودم و فعال بودم در کنار ایشون در حد توانم و نیز در کنار خانم مرضیه گرامی که خودش در این کمیسیون بزرگ زنی بود. سوال اینه که خب من ایشون رو میشناسم کسی که از نزدیک و بقیه رو به صورت خلاصه شناخت دارم ازشون. ایشون تا چه اندازه پا بر هویت ملی ایرانی داشت و آیا آزادی رو بر پایه هویت ایرانی و شرایط تاریخی ایران میشناخت یا غالب از پیش ساختی که تفکر چپ بو ارائه داده بود و ایران در اون جایی نداشت؟ اگر این بزرگ مرد گرامی که فوت کرد چندی قبل در پاریس و اگر ایشون به جای این قالب خشمالی چپ که روی اذهان همه ما سوار بود، حالا یکی قالب خشمالی اسلامی داره مثل مهندس بازرگان و مثل خیلی های دیگه که بالاخره تو این قالب اگه چارچوب این قالب باشه درستی، اگر
در شأن این قالب یا انز این قالب نباشه قیمه، باید انداختش دور. اگر این قالب نبود و او یک نویسنده ایرانی با تفکر چپ بود و با شناخت تاریخ ایران، آیا خطر رو احساس می کرد که این قیم آزادی که به قانون حتما محمد رضا شاه بود و دستگاه ساواک وقتی بره چه کسی میاد؟ چه کسی طلوع می کند؟ افق تاریخ ایران آیا این فرد طلوع داره می کنه؟ تأکید می کنم روی این. یعنی با هویت ایرانی، با محبت به ایران زمین و فرهنگ ایران و تاریخ ایران، مثلا کسی مثل ستارخان، باقرخان یا بابک یا آخونزاده یا نمیدونم سور اسرافیل یا بزرگان مشروطیت مثل فروغی و امثال هم، مثل دهخدا و حتی مثل دکتر خانلری، تعارف که نداریم که، مثل شجاع‌الدین شفا، اینا به اصطلاح مطرودن چون میگن آقا سلطنت طلب بودن. آیا اینها طلوع میکنند یا وقتی این قیم آزادی دیکتاتور به گفته ایشون یعنی محمد رضا شاه بره، حضرت امام خمینی از قله های نجف و کربلا طلوع میکنند، میرن پاریس و بعدم تشریف میارن و موجب میشود که بسیاری از کسانی که در این شبها از قیم آزادی گفتند سر به بیابانهای غربت بگذارند و در غربت رنج بکشند و بمیرند. لیستشون رو میتونیم نگاه بکنیم. واقعا دل آدم میسوزه. یکی از اونها، البته من در شبهای شعر نبودم و کسی نبودم که تو اون شبهای شعر بتونم شعر بخونم، ولی شامل حال بندم شد، شامل حال کمال رفعت صفایی شد که در تراشد پاریس تند خاک سپرد، شامل حال مشتبه میرمیران میمبارون شد که در بغداد خودکشی کرد، شاعر جوانی که رزمنده خوبی هم بود، جز به اصطلاح اون رزمندگان جنگل گیلان بود در سال 60 و خودشو کشت در اونجا و خیلی های دیگه. اسمم کاظمیه که خودش رو کش در پاریس، دکتر حسن هنرمندی که در پاریس به زندگی خودش پایان داد، دکتر اسماعیل خوی گرامی ما که در لندن جان داد و خیلی های دیگه. سوال اینه، ببینید، پیشنهاد دهنده این شبهای شعر چه کسی بود؟ وقتی ما دنبال میکنیم میبینیم که شاعر و نقاش آقای جلال سرفراز بود که در سال 1122 زاده شده بود و در سال 56 جوانی برومند و نام‌آور و 33-34 ساله بود، شاعر نوسرا و در کنار احمد شاملو با هفته‌نامه ها و خلاصه مجلاتی مثل خوشه همکاری میکرد و میبخشید که من یه مقداری سرما خوردم و سرفه هم آزارتون نده، کوشش میکنم که سرفه نکنم، ولی یکی دو هفته است که گرفتارم. برای این جناب که شعرش یک شخصیت خاص خودش رو داشت، در عرصه شعر فرد نام‌آوری بود، بیشتر به زبان می پرداخت و او بود که پیشنهاد این شبهای شعر رو داد و این شبهای شعر برگزار شد، ولی همین پیشنهادنده در سال 62 روانه آلمان شد و در اونجا زندگی می کنه. 25 سال هست که در آلمان، امید که زنده ماند یا زنده باشد، من خبر ندارم که الان در چه وضعیتی است، ولی اگه زنده باشه در آستانه 80 سالگی است. نقاشی میکنه، شعر میگه و
و خلاصه سازمانده این شبها. بعد رفت دنبال کرد که با چه نگاه این سازماندهی انجام شد و به کجا کشید این جمعیت عظیمی که روانه خلاصه این شبهای شعر شد و این رویداد بزرگ فرهنگی رو خلاصه رقم زد. در نگاه او به کجا می رسید؟ آیا به خمینی فکر کرده بود؟ آیا اگر فکر کرده بودند که امام در حال طلوع است، شبهای شعر به این صورت برگزار می شد یا به طور دیگه؟ خود این جناب خب با تعداد معتبرترین نشریات اون روزگار همکاری میکرد و روزنامه‌نگار بخش هنر و ادب برخی از نشریات بود. نسبت به سانسور حساسیت نشون میداد. یکی دو بار دستگیر شد تازه ساواک و مصاحبه مفصلی کرده که در خارج کشور که از اون روزها و از اون ایام صحبت کرده و از کارهاش. ایشون آخرین کتابش رو در سال 57 منتشر میکنه، بعدش میاد خارج و در خارج 3-4 کتاب منتشر میکنه. از دوره دبیرستان شعر میسراید. وقتی عضو هیچ حزبی به قول خودش نبوده، وقتی ما زندگی این پیشنهاددهنده رو میبینیم، میبینیم چندان فشاری، مثلا فشاری که زمان استالین یا لنین به شاعران به اصطلاح شوروی اون روزگار اومد، بر سر او آوار نشده. ولی از اونجایی که در ذهن شاعران نویسندگان، از آوی خودم میگم، امیدوارم اگر دوستان جز این میپندارند مرا راهنمایی بکنند، در ذهن شاعران و نویسندگان ما این 60 شاعر و نویسنده، 99 درصدشون هویت ایرانی جایی نداشت و افقهای آینده رو نمی دیدند و افقهای سپری شده تاریخی و فرهنگی رو نمی شناختند. به همین دلیل طوفانی به راه افتاد که تبدیل شد تمام عیار به نفع خمینی. این معنیشی نیست که نباید جنگید، نباید حرف زد، نباید شعر گفت، نباید گفت، باید سرود، باید جنگید، ولی باید فهمید که چه اتفاقی داره میفته. مثلا زمان، من مثال ساده میزنم، زمان سلطان محمد خوارزمشاه که البته شهامت و شجاعت کافی نداشت برای جنگیدن و فرار کرد. موقعی که داشت فرار میکرد فکر کنم که تو قسمت اتابکان کرد باش ملاقاتی داشتن، گفتن که بمان 5-6 ماه، ما 20,000 سوار مسلح درست خواهیم کرد برای جنگیدن با مغول‌ها، سرزمین ما کوهستانیه، نمیتونن وارد بشن. ولی سلطان محمد فرار کرد. ببینید اگر فرار نمیکرد، به هر حال سلطان محمد پادشاه قلدری بود، کسی بود که مادرش خلاصه همه کاره بود، ترکان خاتون، و اصلا میگن فتنه مغول رو هم او سر کرده شو موجب شد پیدا بشه. در اون زمان اگر نگاه درستی بود و سلطان محمد میخواست بجنگه، باید میجنگید. کسی که مخالفو بود با سلطان محمد یا به مغول فکر میکرد، قاعدتا باید به مغول ها فکر میکرد که وقتی میومدن چیزی باقی نمیگذاشتن. با مسامحه این رو اگر شناختی جماعت شاعر و نویسنده ما از افقهای آینده داشت، در شبهای شعر انستو گوته این طوفان رو نمی برد به سوی و هدایت نمی کرد به سوی که به برافکندن سلطنت در ایران بیانجامد و خمینی بیاید. وقتی هم زندگی این افراد رو ما نگاه می کنیم، خلاصه چیز خیلی رادیکال یا اینکه سالها زندان کشیده باشند، شکنجهشون کرده باشن، نمیدونم، اینها ما نمیبینیم در زندگی این افراد، من جمله در زندگی پیشنهاد دهندهش که اون باش دراز باد اگر هست،
و امید که بتواند به نقد خیشتن خیش نیز بپردازد. نکات زیادی رو ما میتونیم تو این 10 شب ببینیم. ببینید تمام کسانی که این 60 نفری که در 10 شب شعر از دو گوته سخنرانی کردند یا شعرخوانی کردند، من بازم تاکید میکنم مقوله هویت ملی اینجا وجود نداره. هویت چپ وجود داره و هویت اسلامی است که هر دوش ضد ایرانی است به نظر من. اینها همشون نشستن مخالف سیستم حاکم بر ایران یعنی سلسله پهلوی بودن و شعرهایی که خونده شد سراسر مخالف با ذهنیتی بود که سیستم حاکم بر جامعه به قول اونها اعمال کرده بود. خب شما نگاه بکنید، کسی مثل شمس آل احمد که اصلا نه مبارزه نه انقلابی، وقتی هم که رژیم شاه رفت ایشون در خدمت حضرت امام خمینی بود. در شب سوم که این سخنرانی میکرد سیستم پهلوی رو سیستمی فاشیست اعلام میکنه. سوال اینه که کسی که سیستم پهلوی رو فاشیست اعلام میکنه و خودش وابسته به یک تفکر فوق ارتجایی است و مولا و سرورش حضرت امام خمینی است و همسال او، اصلا چقدر فاشیسم رو میفهمه، چقدر ایرانیت رو میفهمه، چقدر نگران جامعه هست. نمونه های دیگه هم داریم، کسانی که مثل شمس آل احمد نبودن در شب پنجم، آقای باقر مومنی نویسنده نامدار که الان فکر کنم در سنین بالای 90 زندگی میکنه در اروپا و عمرش دراز باد، او در شب پنجم رسما میگوید که سیستم یعنی سیستم پهلوی با سوء استفاده از باورها و اعتقادات مذهبی مردم هر آن چرا که میخواهد پیش میبرد. شما نگاه بکنید تو موقع چه کسی به طور واقعی با سوء استفاده از باورها و اعتقادات مردم هر آن چرا که میخواست پیش میبرد؟ خمینی بود یا محمد رضا شاه؟ در اون ایام که دیگه تمام باورهای مذهبی به صورت یک ارتش سازمان یافته در دانشگاه، در بازار، در میان روشنفکران، شاعران، کمونیستای ما، مجاهد ما، فدایی ما علیه سیستم پهلوی بودند. و خود جناب باقر مومنی که باز من با احترام از او یاد میکنم، کتابای بسیار ارزشمندی نوشته و در قربت داره میگذرونه، ولی باید واقعا این رو فهمید. ما نیاز به نقد و انتقاد داریم، نیاز به این نداریم که هر نویسندهی که مرد، هر شاعری که مرد ما بریم سر مزارش غمگین و اشک در چشم و دست بر سینه به سخنرانی ها گوش کنیم. بودم من دیگه از خاک سپاری سعادی ارجمند تا خاک سپاری اخیر که شاهد بودیم ما، دکتر ناصر پاکدامن، واقعا آیا این کافی است که نویسندگان ما، شاعران ما در شبهای مثلا هنس دو گوته، همشون اینایی که من میگم نبودن ولی اکثرشون بودن، بجنگن، مبارزه کنند، آقا مرد سیستم پهلوی رو بکوبند، ولی بعد در غربت 30 سال، 40 سال، 50 سال زندگی بکنند، بعد بمیرند، ما بریم بدون هیچ نقدی که یک درسی از گذشته بگیریم و باقی بگذاریم برای نسل آینده یه عرض ادبی بکنیم و برگردیم خونه تا نوبت ما فرا برسه. اینو باید یه مقداری جدی بود روش. تفاوت بین شمس آل احمد و آقای باقر مومنی
یا دکتر سایدی زیاده، ولی حرفایی که زده شده خیلی وقتا شانه هاشون شانه به شانند. بعدش هم آقای سعید سلطانپور که به دست رژیم خمینی تیربارون شد، شعر میخونه با محتوای انقلابی چریکی و این ده شب شعرخانی در حقیقت به گفته برخی از تحلیلگران در مهر سال 1156 که هنوز به قول معروف آتش انقلاب شعله‌ور نشده بود، من خودم در شهریور بخونم 25 شهریور سال 56 از زندان آزاد شدم، از زندان وکیل آباد مشهد. میبخشید من اومدم ادامه تحصیلمو داشتم ادامه میدادم که یک روز بود فکر کنم که 21 آذر بود، قبل از اونم 28 مرداد بود که لشکر 77 خراسان در اون خیابون اصلی مشهد، خیابون علی بود، داشت رژه میرفت کنار باغ ملی. من تو باغ ملی ایستاده بودم، تانک‌ها رژه میرفتن، لشکر 77 بسیار بسیار قدرتمند بود، با تانک و توپ و دو طرف خیابون. این رژیم نبود که مثل الان بسیج بکنه، مردم بودن، دانش آموزا آمده بودن، زنای خاندان آمده بودن، گل مینداختن، جاویدشا میگفتن و ارتش هم رژه میرفت و خلاصه با تبل و شیپور. من یادمه تو باغ ملی ایستاده بودم با اندوه فراوان که آقا ما این همه رفتیم زندان، حالا اون موقع هم دلمون میخواست که رژیم شاه سرنگون بشه، نمیدونم آزادی بیاد، فلان بیاد، مجاهد بیاد، فدایی بیاد، که همش خیالات بود. پس چه خبره؟ اصلا با یه نومیدی. بعدم اومده بودم از زندان که بیرون، کسایی که میشناختم میدم وضع مادیشون بهتر شده، مثلا یه ماشین داشته دوتا، یکی دیگه هم خریده، طبقه متوسط دارم میگم، یا رو خونش یه طبقه جدید ساخته. مسافرت من زیاد اون ماه اول آزادی از زندان میکردم. خبری آنچنان نبود که رژیم سرنگون بشه، ولی بنابر باور تحلیلگران و تحلیلان میگن که نخستین جرقه نیرومندی که منجر به انقلاب اسلامی شد، یکی از نخستین جرقه های نیرومند، همین ده شب شعر انستیتو گوته بود که کشید به بازار، کشید به دانشگاه، کشید به خیابان. و اون شبهای شعر رو میشه بررسی کرد که شب سوم زد و خورد شد، مثل که کشته شد و خلاصه فضا رو حسابی آتشین کرد. حالا شما وقتی که برید در شبهای شعر رو دنبال کنید، میبینید که فضا چه فضایی بود و این کسانی که شعر میخوندن در کدام قوالب اسیر بودن. آقای جعفر کوشابادی در شعری که میخونه اونجا حتی از امام زمان میخواد، شاعر مملکت ماست، که با اسب سفید بیاید و کشور را نجات دهد. این ذهنیتی که از شاعران سرزمین ماست، شاعری که انقلابی است، چپه، نمیدونم ضد شاهه، تو شعرش اسب سفیدی باید بیاید، امام زمان خیالی که آخوند جل کرده اون نواب اربعه از چاه بیاد بیرون. ببینید این در حقیقت چیزی که ارائه شد یک چیز نو، یک چیز روشنفکرانه، یک چیز مترقی نبود، بلکه ذهنیت عقب مانده جامعه بود که بر بخشی از جامعه روشنفکری ما حاکم شده بود. این رو ما باید خوب خوب واقعا بریم دنبالش و بفهمیم تا بتونیم بدانیم که چه بر سر ما اومد. در حقیقت آن چه که حاکم بود بر جامعه روشنفکری ما که نمونه تقدیر شدش ده شب شعر گوته بود،
دو چیز بیشتر نبود: ذهنیت چپ غیر ایرانی بدون هویت ایرانی، بدون وابستگی به ایرانی، و ذهنیت اسلامی ضد ایرانی اجنبی که ریشه‌اش آخون ساخته بود. بریم ببینیم دیگه. شعرها هست، ده ها کتاب و مقاله در مورد در شب شعر انجمن گوته نوشته شده. بریم فضای روشن فکری رو ببینیم کدام ذهنیت حاکم بود. ذهنیت واقعا انقلابی و مترقی، ذهنیتی که ایرانیت رو میفهمید، ده شای ایرانیت، هویت ایرانی، هویت ملی در شبهای شعر انجمن گوته وجود نداشت. و اتفاقا من تأکید میکنم خوب میفهمیدند که اون چیزی رو که تبلیغ میشه در مورد هویت ایرانی حکومت پهلوی بود، که حالا با جشنهای 2500 ساله، با نمیدونم جشن هنر، با کارهایی که شعبان و فرای پهلوی میکرد. ببینید توی چپ ما و مسلمون ما هویت ایرانی وجود نداشت و نداره، هنوز هم نداره. در حالی که روسری های مهسه ها داره میره تو زبالدان، کسانی که ادعا دارن میخوان آینده ایران رو به دست بگیرن، روسریشون رو دوتا گرم محکمتر زدن، برای که ذهنیت اسلامی حاکم بر ذهنشون، اصلا ایرانیت رو نمیفهمن. همین وضعیت در ده شب شعر انجمن گوته وجود داشت و خیلی نکات دیگه، یا نبودن مثلا تعدادی از زنان اهل قلم در این شبها. خب خانم سیمین دانشور بود که میشه سخنرانیشو شنید، و قبلا من توضیح دادم که این خانم اصلا دنیای بحث یا اون سخنرانی شب اول انستو گوته با ذهنیت واقعی که در درون خود او کار میکرد یک کهکشان با هم دیگه فاصله داشت. کسی که امام خمینی رو میگه نور ازش میباره، بیاد از لوکاش صحبت بکنه و نمیدونم نویسندگان گردن کلفت خارجی، اینا حرفه. اون چیزی که در درون آدم کار میکنه، من وقتی میخوام ببینم که خودم چجوری فکر میکنم، باید خودم رو بخوانم که در درون من چه چیزی حاکمه: ارتجاع یا انقلاب، تفکری که میفهمه یا وابستگی به فضولات قرون وسطا. این نکاتی است که باید ما توجه بکنیم، و یکی از راههایی که ما میتونیم این رو بفهمیم این است که شخصیت هایی که خلاصه این شبها رو بنیانگذاری کردن، صحبت کردن، چه کسانی بودن؟ آقای سرفراز رو من اشاراتی کردم، بیشترش رو میتونید برید بخوانید. زندگی او در روشنی قرار داره و ببینید ایشون چی کار میکردن، در زندگی چه رنجایی کشیدن، چند تا کتاب منتشر کردن، تفکر ذهنیشون چی بود. خودشون اصلا میگن که در یه صحبتی که داشتم، مصاحبه‌ای که من داشتم میخوندم، حالا لینکشو میذارم دوستان برن بخونن، میگه من اهل سیاست نیستم. خودشون اهل سیاست نیستم، ولی شبهایی رو سازماندهی کردن که سراسر سیاست بود و سراسر جنگیدن با دولتی که حاکم بود و میخواستن ساقطش بکنن. ایشون در مجله جوانان کار میکردن. سوال اینه که در طول این سالها در نشریات مختلف مشغول بودن این دوستان و رفقایی که در شبهای انجمن گوته شعر خواندن و سخنرانی کردن و دولت رو کوبیدن. باید گفت که این دیکتاتوری چقدر بود که به شما اجازه میداد که این کارها رو بکنید، نکشتنتون، کتاباتون رو چاپ کردید. اینا سواله، نمیخوایم بگیم که هر آن چه بود خوب بود، ولی اینا سواله که شما چه کردید و به کجا کشوندید جامعه رو. و شب اول من آقای سرفراز رو پیشنهاد میکنم حتما بررسی بکنید.
انصاف و با تعمق بنیانگذار و پیشنهادنده شفای انسیتو گوترو. ولی بریم سراغ برخی دیگه. جناب رحمت الله مقدم مراغی، ایشون در گذشته خوب در سال 1300 به دنیا میان، 91 هم به دنیا میرن، 91 سال زندگی میکنن، نماینده مجلس، سیاستمدار فعال ملی مذهبی، مترجم و عضو مجلس خبرگان بود بعد از سرنگونی رژیم پهلوی، از خاندان بزرگی بود، از صدر مشروطیت، خاندان مقدم مراغی ها جاه و جلال داشتند و آجونان باش ها و حکمرانان و عمرای لشکری از خانوادشون برخواسته بودند. ایشون بعد از اخذ دیپلم به فرانسه میره، در دانشگاه سوربن شهر پاریس علوم جغرافیا و روزنامه‌نگاری میخونه. بعد از خودکشی صادق هدایت، نخستین کسی است که میره او رو خلاصه جمع و جور میکنه. کتاب های زیادی ترجمه کرده و در سال 56 به عنوان نماینده کانون نویسندگان در مراسم افتتاحیه شبای شعر گوته سخنرانی میکنه و در تیر ماه 56 به عنوان عضو هیئت دبیران موقت انتخاب میشه. ایشون همراه آقای سپانلو، سیمین دانشور و نادر نادرپور جزء جناح لیبرال کانون نویسندگان در مقابل جناح توده‌ای آن، سیاوش کسرایی، بیازین، احسان طبری، فریدون تونکابونی، هوشنگ ابتهاج، محمد عظیمی و جعفر کوشابادی قرار داشتند که ایشون خلاصه امام زمان رو با اسب سفید دنبال میکرد. از سال 39 ایشون وارد عرصه فعالیت های سیاسی میشه. توجه بکنید در انتخابات دوره 20 مجلس شورا از حوزه میانداب نامزد ورود به مجلس میشه و در دو دوره انتخابات دوره 20 موسوم به انتخابات تابستانی و زمستانی به نمایندگی مردم برگزیده میشه در دوره محمد رضا شاه. بعد از انحلال مجلس ایشون از فعالیت سیاسی کنارگیری میکنه و پیش از انقلاب دوباره فعال میشه و در شبهای شعر انسیتو گوته سخنران مراسم افتتاحی است. فعالیت های او همراه فعالان حقوقدانی که درباره حقوق بشر فعالیت میکردن مثل آقای لاهیجی، آقای بازرگان، جمعیت طرفداران آزادی و حقوق بشر رو بنیاد میذاره و تا انقلاب 57 به عنوان هیئت اجرایی این مجموعه فعالیت داشت. حالا تو این دوره یکی دوبار دستگیر میشه، ساواک میخواتش و انقلاب که میشه ایشون به مقام آستانداری آذربایجان شرقی میرسه. از سوی حزب جمهوری خلق مسلمان برای انتخابات خبرگان قانون اساسی نامزد شد و توانست وارد مجلس خبرگان بشه. این نخستین سخنران ده شب شعر گوته است و اینکه ایشون به هر حال آخر کار مخالفت میکنه با اصل ولایت فقیه و بعدها حکم جلبش صادر میشه و از منفیت خارج میشه از ایران. میگن که با آمریکا ارتباط داشته، طبق معمولی اتهامی میزنن، تا 71 تو خارج میمونه، بعد برمیگرده به ایران، خاطراتش مینویسه و کاری بهش ندارن. در 91 سالگی هم در تهران درمیگذره. خب خاطراتش نوشته 700 صفحه. خرداد 42 رو نوشته، رویدادهای سال 55 تا 57، کتابای ترجمه کرده. باز زندگی رو بررسی کرد، کسی که در زمان شاه نماینده مجلسه و فعالیت میکنه، کاری به کارش ندارن، ولی فضای انقلاب که بر میخیزن، نه به عنوان یک رجل مثلا چگوارا یا کاسترو، یعنی میدونم کسایی که البته من اعتقادی به اینا ندارم چون زندگیشون رو خوندم میدونم چه کردن، ولی ایشون چنین فردی نبود، ولی بر اساس چارچوبی که تو ذهن داشت و تو جامعه وجود داشت کشیده میشه و کار خودش رو میکنه.
حال بعد از این جناب اولین سخنران بانوی بزرگ خانم سمیر دانشوره که من چون سخنرانیش مفسره لینکش رو میذارم که دوستان برن بخونن. ببینید شروع میکنه که این کلمات با این کلمه متین آغاز میکنه که پروردگارا خلاصه سینه مرا گشاده کن و زبان مرا باز کن. از قرآن میخونه و دعا میکنه برای همه نویسندگان از قرآن که سینهاتان گشاده باد، گفتهایتان حجت. و هنر معاصر رو میاد بررسی میکنه، از اوپانیشادها میخونه، از نمیدونم بودا میخونه، در میان طوفان کف زدن حضار و دفاع از آزادی میگه این جمله، دفاع از آزادی این سر وجود مهمترین مسئله است که در هنر معاصر مطرح میشود. ولی خودش چقدر آزادی رو میشناخت. من واقعا زبونم قاصر از این که بگم هیچی نمیشناخت آزادی، وگرنه به طرف خمینی نمیرفت، وگرنه امام موسی صدر رو نمیگو آقا قیافه پیامبران رو داری نور از این میباره. یک زن مذهبی در عمق عقب مانده با یک ردایی از کتابایی که خونده و برداشت‌های هنری لوکاچ که خودش میگه سود فراوان بردم، هیچ سودی نبرده بودیشون. یک بانویی که چند تا کتاب نوشته بود و نام و نشان مفصلی کسب کرده بود و تای خط دوستار بوسیدن دست امام خمینی، جلاد خاک و مردم ایران. درباره سه جریان هنری صحبت میکنه و سبکای نئوکلاسیک، توجه به ایدالهای متعالی، کلی حرفایی که به مفهوم مبتذل من دارم میگم. روشنفکری کلمه بسیار زیبایی است، ولی وقتی که میره تو ذهنیت یک کسی که در درون یک حاج خانم تمام عیاره، در برون از هنر مدر، رئالیسم، رئالیسم سوسیالیستی، نوگرایی صحبت میکنه. ولی من بازم تاکید میکنم، از بالزاک میگه، از تولستوی میگه واقع‌گرایی سوسیالیستی، ولی نه به ایران توجه داره و باور داره، نه به طوفان سیاهی که داره بر میاد از زیر عبای خمینی. و اگرچه فریاد میکشه هنرمند راستین آزادی خواه است، خودش نه هنرمند راستین است و نه آزادی خواه و به مراتب اصلا قابل مقایسه نیست، عقب مانده تر از کسانی است که در رژیم پهلوی مثل شورالدین شفا، مثل خانلری داشتن تلاش میکردن. هیچ نمیفهم. بعد تو سخنرانیش میگه حکومت ها هر قدر هم حسنیت داشته باشند نمیتوانند برای هنرمند تصمیم بگیرند و الگو و دستور عمل تعیین کنند. ولی نمیفهمه که در سیستم ولایت فقیه و خمینی که معبود اوست، همه چیز از زمان محمد تعیین شده و نماینده الله و محمد و دوازده امام و چهارده معصوم خمینی است که نفس نمیشه بکشه. آدم آینی که میگه سینه مرد پر از چرک باشد بهتر است که پر از شعر و ضد شعره، ضد موسیقی است. آینی که میگه در خانه‌ای که موسیقی نواخته بشه شیطان میاد شریک میشه با مرد خونه و بچه حرومزاده در میاد. ته ذهنش چنین آینی کار میکنه، ولی در بیرون از لوکاش صحبت میکنه. اون یکی در حکومت پهلوی نماینده مجلسه، بعد میاد تو مجلس خبرگان و طوفانی را میندازه که خلاصه رژیم ایران ساقط بشه و خمینی براید. میگن آقا خمینی انقلاب رو دزدید، ما که این رو نمیخواستیم. اصلا اینطوری نیست. خمینی ندزدید. خمینی رو اسبش رو ما زین کردیم. خرش رو ما پالون گذاشتیم روش و سوارش کردیم با سلام و صلوات. بعد یه مش حرفه به مفهوم مبتذلش روشن فکری، نه به مفهوم واقعی روشن فکری. سیمین دانشور آری بودا گفته است که حتی خدایان نمیتوانند مردی را که بر خود تسلط یافته است شکستند.
اینو باید تو همین صحبتاش در مورد خمینی بیشتر من فکر کنم نظرش به خمینی بوده که میگه که این مردی است که اومده اخلاق و تغییر بده جامعه رو فلان بکنه، کف زدن و حضار، و ایشون ادامه میده کلی اسامی نویسندگان و شاعران رو، جامعه ایدئال رو، ولی خودش یک بانوی عقب مانده ای است که چیز زیادی نه از هنر میفهمه نه از ایرانیت میفهمه. من تأکید میکنم تک تک کسانی رو که تو شبای شعر صحبت کردن نه با خاطر کوبیدنشون، به خاطر اینکه جامعه روشن فکری سال 56 57 ما چی بود، و اگر ما نقد نکنیم اینها که رفتند، اکثرشون سیمیر دانشور رفت، آقای مراغی رفت، آقای نمیدونم هزارخانی رفت، سعید سلطانپور تیرباران شد و خیلی کارهای دیگه، ولی این تفکرها نباید در تابوتهای پرشکوه به آینده بره و ما همچنان با احترام یاد بکنیم. آره از خودشون میگه میتونن بگه خدا بیامرزه، ولی خرابکاری کردن آقا جان، مملکتی رو با این کارا به ویرانی کشوندن. هرگز نفهمیدن از افق چه هیولایی داره برمیاد، اگر نه طور دیگه برخورد میکردن و این جرقه تبدیل به سیلاب گندیده و متعفنی نمیشد که سراسر ایران رو به سهم خودش در بنورده و به هر جا سر بکشه و خلاص طوفان درا بندازه. درد اینجاست. بازم تاکید میکنم دنبال هویت بگردیم در ده شب شعر انستو گوته، دنبال هویت ایرانی بگردیم در تک تک نویسندگان شاعران. برخیشون از خودشون انتقاد کردن مثل استاد خویی گرامی، خیلی هم در رنج قربت مردن با رنج و فشار، ولی ما باید بگردیم. آخه الان داستان ادامه داره، هنوز دوباره دارن تلاش میکنن، آقا نواندیش نمیدونم، اسلام انقلابی، نیروی چپی نمیدونم برجسته‌ای که میخواد جهان رو بکشه زیر طبقه کارگر. باید ما بفهمیم. به هر حال من در برنامه بعد ادامه میدم، ولی تاکیدم اینه که بخوانیم، تک تک رو بذاریم زیر ذره بین، به نقد بکشیم، به دنبال هویت بگردیم، به دنبال ایرانیت بگردیم، به دنبال ترقی خواهی واقعی بگردیم و به دنبال این بگردیم که اینها وجه ایجابی رو این شستن میدونستند. آقای کوشاوادی میگه امام زمان با اسب سفیدش بیاد، والا تبار محمد میخونم، سلطانپور فریاد میکشه، وجه ایجابی خمینی بود. و چون با ایرانیت، با هویت ایرانی، با تاریخ ایران، با فرهنگ ایران قهر بودیم، ندیدیم که چه جانوری داره برمیاد. اگر میفهمیدیم، میدانستیم که نباید خنجر بر گرده تاریخ ایران نشاند و با رفتن محمد رضا شاه ایران رو به گرداب و گندابی انداخت که 45 ساله اسیر اونیم. صحبت به طول کشید، من با شعری از کمال شروع کردم و با یکی از شعرهای تازه خودم سخن رو تموم میکنم. این ملت، این مردم میخواهند بخندند، این ملت، این مردم میخواهند بخندند. امروز بر ریش شما قرنف و فای جایوز چیزکش، فردا بر چهره یک دیگر و رخسار آزادی. این ملت، این مردم میخواهند بگریند امروز از اندوه بر گورهای کشتگانشان که شما کشیدشان، بر سفرهای تهی و غارت شده که شما غارت کردید. فردا با اشک شوق و شادی هنگامی که شما انبانهای نجاست و ادرار و ریش را، شما دهانهای کثافت بار را با جاروهای آهنین و آتشین
از خزر تا عمان و از بلوچستان تا آذربایجان و از خراسان تا کردستان با آوازهای شاد لوری و کردی و بلوچی و ترکمانی و گیلکی و مازندری، قشقایی و بختیاری و ارمنی، یزدی و اصفهانی و خراسانی جارویتان می کنند و به فاضلابتان می ریزند. این ملت، این مردم می خواهند برقصند امروز در برابر چهره های منحوس شما، در مقابل ریش های نجس شما آخوندهای پست، در مقابل چشم های دریدتان می خواهند برقصند با گیسوان افشان و پاکیزه و زیبای پور و دختشان، در مقابل فرامین آسمانی کسافتتان، در مقابل اخم مقدسین مقدسان اجنبیتان، در مقابل خدایتان که جلادان از او گریزانند، در مقابل مکتبتان که تابوتی برای زندگی بیش نیست، در مقابل هر چه شما میگویید آری این ملت، این مردم میگویند نه، میرخصند و فردا این ملت خواهد رقصید، این مردم خواهند رقصید شادیان و دست در دست، سرمست از رهایی. بر یادها و گورهای پر افونت شما ریش درازان پور، یوز کش و پفیوز، از خزر تا عمان و از بلوچستان تا آذربایجان و از خراسان تا کردستان با رقص شاد لوری و کردی و بلوچی، با رقص ترکمانی و گیلکی و مازندری، با رقص قشقایی و بختیاری و ارمنی، با رقص یزدی و اصفهانی و خراسانی، هنگامی که منبرهای شما به طویله فرستاده شدند و نکیسا و باربد و رامتین و بامشاد و سرکش و سرکب در کنار حنانه و خالقی و خرم و بنان و مرزیه و اله و ملک و مهستی و هایده و ویگن و نوری و مسعودی و قمر و بدیزاده، دست در دست همگان، از خزر تا عمان با نوای دهل و قشک بلوچان، تبل و سرنای کردان و لوران و قشقایان در کنار خدا نور می‌رقصند. تردید نکنید پفکش های جایوز پدرساق، شک نکنید با هزار کشتار دیگر محکوم برفتنید و خواهید رفت، زیرا این مردم، این ملت می خواهند خدایشان را بازیابند، می خواهند میهنشان را بازیابند، زیرا این میهن می خواهد مردمشان را در آغوش گیرد و بازیابد، زیرا این مردم می خواهند بگریند و بخندند و برقصند، زیرا این مردم می خواهند تنفس کنند، زیرا این مردم می خواهند کار کنند، آسوده بخوابند، آرام بیدار شوند. به جای زوزه شما پفکش ها با صدای خروسان و زمزمه شاد دخترانی که با گیسوان افشان روانه مدرسند و از پفکش های جایوز ریش دراز فضل بر سر در سراسر ایران خبری نیست. ممیدان روز و با ادای احترام به تمام شاعران و نویسندگان دلسوخته ایران زمین و با تعظیم در مقابل خاطره کمال رفعت صفایی، کاف صبحگاهان، شاعر ارجمندی که به راستی دلسوخته میهن و مردم بود، پایدار باشید و تا درودی دیگر، بدرود.